علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. آقای سرداری، آیا این تصمیم تازه اتحادیه اروپا بر وضعیت سایر نقاط جهان از جمله مسلمانان اویغور در چین که سالهاست با کار اجباری مواجهند تأثیر خواهد گذاشت؟ با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما. ببینید، روزنامه لوموند فرانسه یک گزارش مفصل از این همین اتحادیه اروپا داده. روزنامه بر این باوره که اتحادیه اروپا طوری در این زمینه حرکت خواهد کرد که چین عصبی نکند، ناراحتش نکند و به تجارت جهانی هم ضربه ای نزند. پس ما 2022 تر مطرح شده، الان اومدن بحثش میکنن. حالا چه این نتیجه بده، چطور نتیجه بده معلوم نیست. یکی هم آمریکا یه محلی رو که مسلمان ها اونجا کار اجباری میکردن به نام سین کیانگون در اونجا کار میکردن، اونجا رو تحریم کرد. چین ورده که مسلمان رو برد یه منطقه دیگه، یعنی به صلاح اون منطقه رو تحریم کردی باشه از این منطقه دیگه به صلاح مسلمان کار اجباری داره میکنه. این طرح یه نوعی هست که مستقیم برن روی تحریم چین، نه این کار رو خواهند کرد. من توانش رو دارم بنگه چین اونچنان در اتحاد اروپا خود رو تقویت کرده، تحریم چین با مشکلات بزرگی رو مواجه خواهند شد. به احتمال زیاد این طرح رو انجام نخواهند داد. مثلا برای این نمونه همین الان الجزیره از اسرائیل گزارش داد، وزیر اسکان اسرائیل 18,000 خانه های مسکونی در کنار باختری خواهد ساخت. همه این رو 2 ساعت پیش این گزارش داد. یعنی این گزارش ها یه مقدار با الفاظ فکر کنن شروع شده، با الفاظ هم به پایان خواهد رسید. بله، انجام چه اقداماتی در سطح بین المللی میتواند چین را وادار کند تا از فشار علیه مسلمانان اویغور و کار اجباریانان دست برداره؟ متاسفانه باز در اینجا پرسش منفیه. ببینید الان در حال حاضر چین به صلاح خود کشورهای اسلامی الان مثل 165,000 دلار قرض داره. اسرائیل یا بینا میگن فلسطین ببری تو سینا اسکان بدید، ما این پولتون رو ببخشیم. یا مثلا ترکیه گاز و نفت اسرائیل میده، مثلا ماشینای باری میان عربستان سعودی، دبی از اردن وارد اسرائیل میشن همین الان، ولی فلسطین در محاصرن. و مثلا هر اتیم در این سلسله میشه حرفا بسیار با حالت شوخی دارد، منفیه. یه مقاله الان القدس عربی نوشته به حرفای به اعمال بایدن نگاه کنی، نه به حرفاش، در عمل با اسرائیل، در به صلاح حرفای یه حرفای دیگه برای فلسطینی ها میزنه. یعنی که با چین یه پیام برای ایران داد چند ماه پیش که با کشورهای منطقه رابطه درست کن که ما بتونیم اقتصاد در منطقه با همه برقرار کنیم. از اون به بعد رژیم ایران با چین رابطه درست کرد، یک کلمه دیگه علیه کشورهای عربی حرف نمیزن، حتی در رابطه با اسرائیل. یعنی که روندی روندی نیست که اخبار مثبتی برای مسلمانان اوغور متاسفانه وجود داشته باشه. الان در جهان 2,700,000 تا طبق گزارش لوموند به صورت کارش اجباری وجود داره. یعنی این کار اجباری یه طوری در همه جا فعلا حضور دارد و داره پیش هم میرد. فکر نکنم به صلاح در چین از این کارش دست برداره. ببینید قبل از این اون رهبر تبتی ها هر روز تو اروپا بود یا در آمریکا. چند سال پیش اصلا رابطه این قطع شد، اصلا دور شد رهبر، دیگه ازش خبری نیست. چین به این قویی در مقابل کشور اسلامی اونطوری، اتحاد اروپا با هزاران ملاحظه، آمریکا با یک سوی مشخصی، به نظر نمیاد یه کار موفقی در این زمینه برای مسلمانان اولگون صورت بگیره. ممنونم از شما. من در خدمت شما. ممنونم. علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس.